بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر سوره نبا، بیان قیام روز قیامت و احوال آن و جزای کافران و سبب داخل شدن آنها به جهنم. الله سبحانه و تعالی می فرماید: این یوم الفصل کان میقاتا. بگمان روز داوری به هنگام معین است، یعنی براستی که روز قیامت روزی است که الله سبحانه و تعالی میان مردم جدایی میکند و وقتی مشخص و مدت معینه دارد که در نزد پروردگار معلوم است و حق تعالی وعده اش را خلاف نمیکند. یوم ينفخ فی الصور فتأتون افواجا. روزی که در سور دمیده شود آنگاه گروه گروه می آیند. روزی که اسرافیل در سوره که شاخ بزرگی است برای بار دوم می دمد و از اثرش جماعت های بسیاری از قبرها به سوی محشرگاه بیرون می آیند. و فتحت السماء فکانت ابوابا. و آسمان شکافته می گردد و به صورت درهای در می آید. یعنی آنگاه آسمان شکافته می شود و شکاف می گردد، در نتیجه برای نازل شدن فرشتگان و از بین رفتن برج ها، فلک ها و ستارگان دروازه های بسیار در آن کشاده می شود. و سیرت الجبال فکانت سرابا. و کوه ها به حرکت می افتد و مانند سراب می شوند، یعنی کوه ها با جنبیدن سخت از جایشان برکنده و پاره پاره می شوند و به مانند غبار در هوا پراکنده می گردند. این جهنم کانت مرصادا. بیشک دوزخ کمینگاه است. براستی دوزخ جایگاهی است که موظفان آتش آن در کمین کافران نشستند، یعنی آمدن کافران را انتظار میکشند تا دشوارترین جزا را به آنان فرود آورند. للطاغین مآبا. که جایگاهی سرکشان و مشرکان میباشد، یعنی آتش دوزخ جای بازگشت سرکشان است که با خاری و ذلت به سویش رو میآورند، بله در آنجا عذاب می شود و مورد خاری قرار می گیرند. لابثین فیها احقابا. زمان طولانی در آن می مانند، یعنی زمانه های را به یگان قطع شدن به طور دوامناک در آتش دوزخ باقی می مانند و به عذاب سخت گرفتار می شوند که نه در آن سستی و نه عذاب کم کرده شود. لا یذوقون فیها بردا ولا شرابا. آنجا نه چیزی خنک می چشند و نه نوشیدنی و گوارا، یعنی در آنجا نه خنکی را می یابند که گرمی را از آنان دور سازد و نه آشامیدنی را که تشنگی را از آنها بردارد. پوست هایشان می سوزد و به تشنگی گرفتارند. الا حمیما و غساقا. مگر آب جوشان و چرکین، اما به عوض خنکی و نوشیدنی آب داغ جوشانی برای آنان داده می شود که روده ها را قطع می کند و چرک ها از بدن های دوزخیان روان می گردد. جزا. این جزای اعمالشان است، یعنی این جزایی است که با کارها و عملهای آنان برابر دارد، یعنی مستحق این جزا هستند و سزاوار چنین بلاها می باشند. انهم كانوا لا يرجون حسابا. البته آنها هیچ امید به روزی جزا نداشتند، یعنی به آن سبب که این کافران به روز قیامت دروغ میپنداشتند، در انتظار قیامت نبودند، با آن ایمان نداشتند
و زنده شدن بعد از مرگ را باور نمی کردند. و کذبوا بی آیاتنا کذابا، و آیات های ما را با شدت انکار می کردند. یعنی از آیات های الهی که بر پیامبرش نازل شد انکار کردند، به وحی که حق تعالی بر آن فرستاده بود دروغ گفتند، به رد آن پرداختند و از آن رو گرداندند. در نتیجه این عملها عذاب و جزای آنها مقرر کرده شد. و کل شیء احصیناه کتابا، و ما همه چیز را در نوشته به شمار آورده و ثبت کرده ایم، و همه عملها و کارکردها را در کتاب کارهای نیک و کتابهای کارهای بد ثبت نمودیم و نوشتیم. بنابراین همه عملها محفوظ و مضبوط است، به اینکه زیاده و یا نقصان در آن راه یافته باشد. پس نتیجه اعمالتان را بچشید که چیز جز عذاب بر شما نمی افزاییم. یعنی جزای دروغ پنداشتن و کفر ورزیدن خود به پروردگار را بچشید. دیگر چیز جز زیادتی عذاب و سختی های مجازات را نخواهید یافت. نه بر شما مهربانی صورت می گیرد و نه از آتش بیرون می شوید.